تکلیف اونا نیست واقعا. خب ببینید، ما اینو ساختیم قبول، اما من میگم یه لایه خالی میسازم به این رنگ 50% مشکی رو میدم، یعنی 0.50% مشکی، 128 128 128 میزنیم روش، میایم این رو میزنیم روی مثلا بزنیم روی لینیر برن. گود. منتها این حالت رو به خاطر این انجام میدیم که عمق میدان درست کنیم. من این کار نمی کنم، پیش از این که این کار رو بکنم اینو پاک کنم، بیام اینجا، اینم که لایه یه که نمیخوام، اینجا کنترل آلت شیفت ای میزنم، از هر چی که دارید میبینید یه عکس گرفت گذاشت لایه بالا، هر چی که میبینی نگاه کن، یه عکس میگیر از همه این لایه ها میذاره اون بالا. حالا پروژه رو پرسپکتیو میکنم، یعنی چی؟ بهش کنواس میدم، بهش میگم که از این طرف به مقدار 1000 پیکسل پروژه‌مو ارتفاع بده. ببینیم چیکار میکنم. واقعا نخواستیم از دو طرف بده، از این طرف به این ور میده و این طرف دیگه. خیر، حالا از این ور پیکسل 1500 تا اینوری بده ارتفاع، حالا از این ور برای اینکه دلت نشکنه 3000 تا. بیا چی شد؟ خب اشکال نداره. حالا کنترل تی میزنم، کلیک راست، پرسپکتیو، اینو مثل یه دیوار پرسپکتیو قبول. دوباره با کراپ پروژه رو کوچیک میکنی، بفرم. بله بفرم. یه دونه آسفالت بیاریم رفقا اینجا، tools size large، یه آسفالت خوب طبیعی مثلا مثل این که ترکم داره، حالا تا دانلود شه برگردیم اینجا. ببینید اینجا اون چیزیه که میخوام بگم، اگر من بیام یه دونه گری 50% اینجا الان ایجاد کنم، اما به جای اینکه با پینت باکت ایجاد کنم با گریدینت تول، از اینجا بگیرم شیفتو تا اینجا، اوکی، تیرگیش این بر بیفته. حالا این البته چک کنیم که گریدینتش چقدره، اینجاش که 50 است، اینجاش سفیده دیگه، اینجا رو انتخاب کنیم میتونیم اینجا اپاسیتیشو صفر کنیم. دوباره که یه لایه خالی بزنم اینجا، از اینجا بیارم تا اینجا با شیفت میشه این، یک طرف خالی شد دیگه، درسته؟ یه طرف هیچیه. حالا بهش میگیم لینیر برن. ببین اونجا این تای دیوار شد، تای اتاق، درسته؟ گود. حالا بریم آسفالت رو بیاریم
کنترل او آسفالت رو باز میکنم، کنترل A، کنترل C اینجا، کنترل V لایش رو میذارم زیر این لایه. منتها برای اینکه این فقط به این اعمال بشه کریتینگ کریپینگ ماسک میکنم که از اینجا آزاد شه، در نتیجه فقط الان به این لایه داره اعمال میشه، نگاه کنید به بک‌گراند اعمال نمیشه. پس با خیال راحت آسفالت رو میذارم زیر دیوار، میارمش پایین تر، میذارمش اینجا. این کنجش رو ست میکنم با خیلی راحت، میام اینجا. البته وسط اگر بذاریمش خیلی نتیجه بهتری میگیریم. اینجا یه چیزی هست اینجا به نام align، برای اینکه درست کنیم کارو. اگر من این دوتا رو با هم انتخاب کنم روشن میشه. حالا میتونم بگم وسط. ببین وسط شد. بعد این رو انتخاب میکنم، کنترل تی، کلیک راست، پرسپکتیو، اینو میکشم. ببین نه نگاه میکنی بینید چرا خوشت میاد. من را این نخوشم مثلا با کنترلی نباید تبدیل در چیکار کنیم؟ مثلا با کنترلی نباید تبدیل در رمزداری در عکس بزرگ باشه مشکلی پیش نمیاد خانم. این عکس ما اونقدر بزرگ نیست. به نظرم ملاکمون این کنج و این کنج باشه که پرش. خب قدم دوربین الان خیلی پایینه. حرف شما درسته، نباید اونقدر از عکس خود عکس بزرگترش، ولی من باید عکس بزرگ پیدا میکردم. درسته؟ حرفتون درست. خب یه خورده روی اینو تیره میکنیم، یه دونه لایه خالی میزنیم، براش رو برمیداریم، رنگ مشکی، میایم اینجا یه کمی لبه ها رو نرم میکنیم، یه ذره بزرگتر میکنیم اینجا رو، یه دونه اینجا میزنیم با شیفت، یه دونه اینجا، اینو میزنیم بالاترین لایه. بالاترین لایه که شد، حالا راحت مالتیپلایش میکنیم، پسیش رو کم میکنیم. مثلا اینقدر، همینو دوپلیکیت میگیریم رو خودش، کنترل تی میزنیم، میریم جلو. یا نه این خوب نیست، کپی زدم رو خودش به خاطر اینکه تو اوریبه خوب نمیشه. این بار براش رو کوچیکتر میکنم، خیلی کوچیکتر. باز دوباره یه لایه خالی، رنگ مشکی از اینجا تا اینجا با شیفت، مالتیپلای، این دفعه این ذره پر رنگ تر میکنم. دو تا سایه گذاشتم، ولی شاید مالتیپلای خوب جواب نده، میتونم بذارم روی اوورلی. اوورلی خیلی ترکیب میشه با رنگ های داخل اون لایه. منتها چون این خیلی روشنه لبش، اینم جواب نداد، میذارم روی همون مالتیپلای. فقط یه خورده این دوتا رو با هم دیگه ادغام میکنم، کنترل ای، یه خورده با پاکون با یه سرقلم نسبتا نرم یه خورده اینجا رو کم میکنم، چون خیلی نباید بالای دیوار تیره شه. اوکی. اگر احساس کردید که دیوارتون حالت برجسته شده به جای اینکه رو زمین باشه، مقدار اینو کم کنید، کمترش کنین، این مسئله حل میشه. خب آسمون هم که یه لایه خالی درست میکنم، میذارم
بک‌گراند همه یه خورده مثلا اینجا میدم، اون خیلی مهم نیست. این این نسبتا بهتر شد. Good. با نویز میتونست بهتر هم بشه. سوالی چیزی؟ ندار. این همون دیفالت دو سیف میکنم. بریم حالا سراغ یه مدل دیوار ساختن و عناصر که برجستگی هم لحاظ بشه. اون یه ذره قصهش فرق میکنه.